ویدیوهای قسمت ویدیوی پنجم در مورد conditional sentences، جملات شرطی. خب ببینید، تو اینجا وقتی که احتمال افتادن یک کاری واقعا زیاد نیست، از این جمله استفاده میکنید. مثال براتون بزنم: If I won the lottery، اگر بلیت بخت آزمایی رو میبردم، I would change jobs. از این would استفاده میکنید. ببینید زمان جمله اولتون گذشته ساده است. If I won the lottery، اگه بلیت و بخت آزمایی رو میبردم، بعد جمله دوم همیشه از would استفاده بکنید و زمان اول فعل. I would change jobs. مثلا از این کارم اصلا خوشم نمیاد، ولی به خاطر اینکه پول ندارم مجبورم بمونم توش. به خاطر این میگه I would change jobs، کارم عوض میکردم. باز دو مرتبه توی این مثال دو: If I moved to the US، اگه میرفتم آمریکا، I would live in Oklahoma. من اینجا از اوکلاهوما خودمون تعریف کردم، اینجا یه ذره ببخشید دیگه تبلیغه. I would live in Oklahoma. بینید بودو گذاشتم با قسمت اول فعل. اگه میرفتم آمریکا، تو اوکلاهوما زندگی میکردم. پس اینا همه رو ببینید، گذشته فعل، بعد قسمت دوم would میاد با قسمت اول فعل. I would live in Oklahoma. یه میگفتید I would live in Oklahoma اشتباه. خب رفتید یه ماشینی رو دیدید، ماشین بد نیست ولی بدجوری رنگ میخواد. میگید If I bought that car، اگه اون ماشین رو میخریدم، حتما اولش رنگش میکردم. I would put a new paint on it. یه رنگ نوعی میذاشتم روش، رنگش میکردم. یعنی I would put a new paint on it. پس ببینید بودو گذاشتم با قسمت اول فعل. I would put a new paint on it. بعد تو جمله چهارم مثلا میگه اگه بیشتر وقت داشتم یه زبون دیگه رو یاد میگرفتم. خب باز ببینید If I had more time، ببینید زمان گذشته ساده. If I had more time I would learn، would با قسمت اول فعل، I would learn another language. If I had time، if I had more time I would learn another language. If I had more time I would learn another language. پس خیلی راحته. قسمت یه حالتی کاری که احتمال افتادنش زیاد نیست. زمان اول، قسمت اول گذشته ساده است. قسمت دوم همیشه با بود، با زمان حال ساده فعل استفاده میکنید. If I won the lottery, I would change jobs.